قاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز می شود. بله، نام قیصر، قیصر امینپور، شاعری که حتی برای گفتن نام خودش هم شاعرانگی می کرد. او بلد بود با هر کسی به تناسب خودش از شعر بگه. برای کودکان شعر نوشت، در هفته نامه سروش نوجوان هم کلام نوجوان ها شد و در این حال برای اهل شعر و ادب کلی شعر ناب و بی نظیر به یادگار گذاشت. نام قیصر نه فقط با شعر که با مهربانی و عشق گره خورد. اونقدر مهربان بود که همه به نام کوچیک صداش میزنیم و اونقدر از عشق مملو که نام آخرین دفتر شعرش دستور زبان عشق بود و به قول خودش تا نگاه میکنی وقت رفتن است. 48 سالگی زود بود برای رفتن. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به قیصر امینپور که شاعرانه زیست و از عاشقانه هاش برامون به یادگار گذاشت. برای او که به زبان عشق سخن میگفت، برای قیصر امینپور. امضا کتاب باز. بعضی از آدم ها جلد زرکوب دارند، بعضی جلد سخت و زخیم و بعضی جلد نازک، بعضی سیمی و فنری هستند، بعضی اصلا جلد ندارند. بعضی از آدم ها با کاغذ کاهی چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی. بعضی از آدم ها ترجمه شده اند. بعضی از آدم ها تجدید چاپ می شوند و بعضی از آدم ها فوتوکوپی یا رونوشت آدم های دیگرند. بعضی از آدم ها با حروف سیاه چاپ می شوند و بعضی از آدم ها صفحات رنگی دارند. بعضی از آدم‌ها عنوان و تیتر دارند، فهرست دارند و روی پیشانی بعضی از آدم‌ها نوشتند حق هر گونه استفاده ممنوع و محفوظ است. سلام سلام سلام. برنامه کتاب باز شروع شد. جناب آقای حسین قرایی استفاده می‌کنم، نویسنده و معلم آموزگار، به کتاب باز خیلی خوش اومدین. زنده باشید. من هم خدمت شما و همه خوبانی که کتاب میخونن، کتاب میخورن و با کتاب بازی میکنن سلام علیکم. خیلی خوشحالیم که به برنامه ما اومدین. زنده باشید. بفرمایید که واقعا به نظرتون آدم ها شبیه کتاب ها هستن؟ خیلی زیاد. قیصر امینپور هم گفته بود تو این بیبال پریدن. بله. و اتفاقا من کلاس ها رو با همین شروع میکنم. هر سالی که کلاس نگارش و علوم و فنون و ادبیات و حتی دانشگاهی هم که درس میدیم، دانشکده که درس میدیم، با همین شروع میکنم، چون بیان قیصر سهل ممتنع هست، همه متوجه میشن. و دقیقا همینی که شما فرمودید، بعضی از آدم ها آدم ها مثل کتاب ها هست و کتاب ها هم مثل آدم ها. این نوشته که خوندین مال آقای قیصر، دکتر قیصر امینپور رحمت الله علیه، از آدمای بسیار خوبیه که کلامش میگیره طرف مقابل رو. شما رو گرفت؟ بله به شدت. بعد بفرمایید که یکم بیشتر توضیح بدید که یعنی چی آدم‌ها شبیه کتاب‌ها هستن. دیگه وقتی میگیم سهل، یعنی سهل دیگه، بیشتر توضیح دادن و ما نه حالا اون بخش ممتنعش رو توضیح بدید. بعضی از آدم‌ها واقعا خیلی ارزشمندن، زرکوبن، جلد زرکوب دارن، مس نیستن. گفت دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. بعضی از آدم ها زر شدند، بعضی ها مسن دیگه، بیارزشن. یعنی بین طلا و مس فاصله زیاده. بعضی ها ارزشمندند، بعضی ها ارزش ندارن. آخه یه چیزی هم هست که میگن آدم ها به کتاب هایی که میخونن شبیه میشن. این هم درسته؟ درسته واقعا، چون با اون زندگی میکنه دیگه. کتاب بالینیش اگه باشه، حالا داستانه زیادی داریم راجع به کتاب. بگین از داستانه کتاب برامون بگین. بذارید از معلمی و کتاب بگم که بکشمش تو فضای معلمی و تو همین حوزه‌ای که شما دوست دارید. خب بفهمین که پس در واقع شما معلم چی هستین، چند سال تدریس میکنین و چی شد که معلم شدین؟ من حقیقت معلم ادبیاتم، ادبیات، تاریخ ادبیات، علوم و فنون، و در دانشکده و دانشگاه هم قابوسنامه و
فضاهای از این دست رو میگیم به علاوه فارسی عمومی. اما من شروع کتاب کلاسایی که دارم هر سال با همین میوال پریدنه. بچه‌ها ذوق ندارن کتاب رو بخرن بخونن، حالا هرچی. وقتی کتاب رو میخونن بعد از یک هفته بعد با یک آتش شعله‌وری میان میگن آقا ادامه داره این باز، در حالی که ادامه نداره. همینجا قیصر تشنه میگذاره و میره سراغ کتاب‌های دیگه و بعدم زیاد به فضای نثر ادبی دیگه قیصر به نثر ادبی و نثر شاعرانه ورود نمی‌کنه. این فضا فضای موج‌های درست حسابی که قیصر میده به نوجوان‌ها و جوان‌ها. این موج بچه‌ها رو می‌بره به اقیانوس آرام کلمات و ادبیات و ادبیات. بعد بفهمین که چند سال معلم هستی؟ حدوداً 15 سال. 15 ساله که تدریس می‌کنین در مقطع دبیرستان و دانشگاه؟ دبیرستان و دانشگاه، بله. شما از نزدیک هم با آقای قیصر امین‌پور آشنایی داشتین؟ اصلا وقتی که ما با قیصر امین‌پور آشنا شدیم به فضای ادبیات کشیده شدیم. یه ده دیدید میگن شعرهای مولوی خوبه، حافظ خوبه، امثال هم، بله. و میگن آقا ما توی خانوادهمون رو تاخچه خونمون دیوان حافظ بود کنار قرآن امثال هم، دیدید میگن؟ بله بله. ما اینطور نبوده خونمون. چجوری بوده؟ بگین داستان. ما خونمون این کتاب اصلا خبری از کتاب نبود خونه ما. یعنی نه حافظی بود نه سعدی بود حافظ نه مولوی. نمیشه نباشه اصلا و ابدا. آره نبوده دیگه، دروغ چرا؟ شاید اون پشت بوده ندید. نه اصلا پشتم نبود. حالا داستان من فکر میکنم اون پشت بوده. احتمالا شما نرفتی. نه اون پشتم نبود. خب عرض به خدمت شما، وقتی که کلاس دوم دبیرستان بودیم با یک آدم قلندری مثل محمد رضا آقاسی با این شعراش آشنا شدیم. یک نظر بر پرده نقاش کن تا بگی سوی قلم را فاش کن، آفرین گو پنجه معمار را تا نمایت بر تو این اسرار را، و الی آخر شعرهای اجتماعی سیاسی عاشقانه همه رقمه. آقاسی واقعا قشنگ بود. چند سالتون بود؟ اون موقع دوم دبیرستان بودم. خب. و اصلا از حافظ خوشم نمی اومد. یادم هست. آره آره. اصلا از شعر خوشم نمی اومد واقعا. تا این کلام آقاسی در گرفت، اثر کرد. و آقاسی و بعدش هم چه سالیه این سال که داریم تعریف؟ دوم دبیرستان بودیم. فکر میکنم 15 16 سالم بود. نمیدونم حدودا چه سالی میشه. سالشو همون 70 و مثلا 4 و 5 دیگه. خب. قله هوش همون سال هاست و منطقه ما منطقه پیشوا جایی هم بود که اصلا کتابای ادبیات معاصر اصلا از معاصرها چیزی تو کتابخونه ها نبود. پیشوا. پیشوا یک شهریه که برادر امام رضا در اونجا مدفونن و 15 خرداد 42 رو داره تو پیشوا و فضاهای فرهنگی فکری خوبی هم داره. حالا لزومی داشت صحبت میکنیم راجبش. و دوم شد و ما سال دوم پس با آقاسی آشنا شدیم، محمد رضا آقاسی. وقتی که با آقاسی آشنا شدیم اواسط یک کتاب فارسی بود، یه شعری از سید علی موسوی گرمارودی. خب با آقای آقاسی از نزدیک آشنا شدیم یا با آثارش؟ فقط یک کاست های قدیم بود. کاستش رو یکی از دوستان به من رسوند. مثلا حساب کن اون موقع بالای 1000 بیت از آقاسی حفظ بودم. 1000 بیت؟ بله بله، بالای 1000 بیت واقعا؟ آره دیگه. یه 3-4 بیتش رو برامون بخونیم. چرا 3-4 بیت؟ 20 بیت چی میخونم؟ خب الان یه وقت 1000 بیت نخواهیم بخونیم تون وقت برنامه. شیعه یعنی تیغ تیغ موشکاف، شیعه یعنی ذوالفقار بیغلاف، شیعه یعنی یک تپش اسیان خون، شیعه قوقا میکند در کاف و نون. کربلا و گفتم کران را گوش نیست، ورنه از غم بلبلی خاموش نیست. بلبلان چه چه ز ماتم میزنند، روز و شب از کربلا دم میزنند، هر نظر بر غنچه‌ای تر میکنند، یادی از قوقای اصغر میکنند و الی آخر. بعد یک درسی ما داشتیم اون سالها، الان دیگه نیست، به نام درسای سار نخل ولایت از سید علی موسوی گرمارودی، دکتر گرمارودی. یه عبارتی داشت راجع به حضرت علی، اینم منو گرفت. شعر سپید بود، برگشته بود گرمارودی، دکتر گرمارودی به حضرت علی گفته بود که دری که به باغ بینش ما گشوده ای، هزار بار خیبری تر است. این منظور نهج بلاغه است. گفتم عجب، مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو، که یاد مرحب هم میافتیم. مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو، اینم من حفظ کردم، یعنی شعر سپید. پس از معاصر به سمت شعر سنتی رفتم. بعدش دیگه با قیصر آشنا شدم، معلم شدم، چند تا رشته قبول شدم، معلمی رو انتخاب کردم. رفتیم سر کلاس نشستیم، یه دکتر محمد عزیزی بود، من گفت که به شما پیشنهاد دادم دو تا شعر رو راجعش تحقیق کنی. به همه دو تا گفت. گفت یک سید مهدی شجاعی، دو قیصر امین‌پور.
گفتم فقط تحقیق نمیشه بریم پیششون. گفت نه لزومی نداره. دو سه هفته بعد رفتم با قیصر مصاحبه کردم و تعجب کرد استاد که رفتی پیش قیصر امینپور. بله راحت به شما وقت مصاحبه و گفتگو دادن؟ اصلا آقای صحت اینقدر ما خانوادتن خانواده ای فامیلی قیصر رو دوست داشتیم که وقتی قیصر به رحمت خدا رفت همه عزادار بودیم. این اینقدر هم راحت وقت داد، هم منو پذیرفت، عکس بردم باش، عکس گرفتم. به من چی من رفتم باش مصاحبه کردم، گفت که اون موقع واکمن بود یادتون هست؟ بله. سال 81 و 82 بود رفتم خدمت. من که یادمه، چون من خب سنم از شما بیشتر. قطعا یادمه. بله. نه میگم یادتون هست. بله. من بله. خبرنگاری بله. من نمیکردم. بله. شما هم که بیشتر تو فضای تلویزیون بودید و فضای سینما و اینها. بله. از این جنبه پرسیدم و الا نکته دیگه نبود. بعد رفتم اونجا گفت که واکمن داری؟ گفتم واکمن؟ نه. گفت پچ چطوری میخوای مصاحبه بگیری؟ گفتم آقای دکتر شما میگید من مینویسم. یه نگاه عاقل اندر عاقلی انداخت، گفت که خب باشه من میگم تو هم بنویس. 50 دقیقه میگفت من مینوشتم. تو مینوشتم؟ آره. نه یواش یواش مینوشتم. بعد تموم شد. یک ماه بعد منم آدم پیگیر زنگ زدم گفتم آقای دکتر امینپور. سروش نوجوان بود دفترش تو همین مطهری، خیابان شهید مطهری. بعد زنگ زدم بهش گفتم که من میتونم بیارم این مصور نشونتون بدم. گفت بله. مصور رو بردم نشونش دادم. گفتم میشه غلطشی بگیری؟ غلطشی گیرم یادگاری دارم هنوز اون مصور. گفت یه قول به من بده این مصور هیچ جا منتشر نکنی. من با کسی مصور نکردم به این معنا. گفتم چشم. 82 تا الان چنده؟ 96. 14 سال میگذره یه خطش هم منتشر نکردم. سر قولم با قیصر هستم. ولی خودتون مراجعه میکنین میخونین؟ بله بله. چقدر خوب بوده که اینقدر راحت پذیرا بودن. این حس وجود نداشته که حالا من این آدم رو نمیشناسم اصلا. و اصلا قیصر برای من شد آقای صحت یک الگو. بعد باش تماس میگرفتم من میتونم بیام سر کلاس ادبیات معاصرتون تو دانشگاه تهران. بعد میرفتم دم در کلاس میستم. گفت اصلا نیای کلاس ما ارزش پیدا نمیکنه. حالا ما آدم یه لقبا. بعد رفتیم سر کلاسش مینشستیم. اتفاقات خیلی خوبی هم میافتاد. مثلا خاطرم هست راجع به همین کتاب اصلا میشه گفتین رو. کلاس که تموم میشد قیصر میگفت که به دانشجوهاش این کتاب ببر بخون. کتاب تعارف میکرد. امینپور کتاب تعارف میکرد. و واقعا من کلا شاید مثلا 10-12 بار امینپور رو دیده باشم. خیلی اثر گذاشت در ذهن و زبان و زندگی و تمام وجود ما که دیگه اصلا افتادیم تو فضای ادبیات. و یادم نمیره آقای امینپور یه شعری من خوندم، شعر میگفتم اون زمان، شعر خوندم، این بار نگاه عاقل اندر عاقل ننداخت، عاقل اندر سفی انداخت، که یعنی عزیزم شعر به درد شما نمیخوره، شما شعر نگو، شعر خوبی نمیشه. رفتم دنبال نوشتن و شاید براتون جالب باشه منم کلاس های آقای امینپور رو رفتم. عجب. بعد چه سالی؟ سال 75 یا 76 تو همین سروش که میفرمایین. بله. و درباره ادبیات معاصرم بود. عجب. اونجا بله مثلا یکی از قصه هایی که برای ما خوندن و توضیح دادن و واقعا تاثیرگذار بود برای من داستان گیلمرد بزرگ علوی بود. بله. که خیلی هم دوست داشتن خوندن و توضیح میدادن این داستان ما سر کلاس. خیلی 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 کمک میکرد نحوه خوانش، نحوه نگاهشون. و الان که دارین میگین قشنگ میفهمم شما چه استفاده هایی از کلاس های قیصر امینپور کردین. ما در مورد افرادی مثل قیصر امینپور، دکتر شفیع کتکنی، دکتر محمد رضا سنگری، دکتر محمد رضا ترکی و همینطور آدم های سلسله جبال ادبیات که نام میبرم دچار حجاب معاصرت شدیم. خب اجازه حجاب معاصرت دیگه این از اونها نیست که بگین سهل بود توضیحش تو خودشه. اینه که من برای شما یه چایی یا دمنوش بیارم و درباره حجاب معاصرت صحبت کنیم. خب دمنوش چی دارید؟ دمنوش خوشمزه. چی؟ اسمش؟ توش ترکیبی از گیاهان خوشطعم و خوشبوه که روح و جلا میده. خب نه دمنوش هم آخه زیاد داریم. عرض کردم دیگه. اینو من میارم شما بخوریم ببینید درسته. بخواستم بگم دمنوش شعر. گفتم شما رو زیاد اذیت نکنم. نه بفهمین. خب دمنوش شعر برام بیارید. دارید؟ دمنوش شعر معاصر. الان دمنوش شعر معاصر براتون میارم. خب میشه سید حسن حسینیشو بیارید؟
دیگه داریم ببین من هر چی با شما دارم راه میام شما من همون دمنوش شعر معاصر رو میارم و با هم بخوریم و درباره حجاب معاصرت صحبت کنیم با اجازه. یه جنبشی رو توی مدرسه‌مون راه انداختیم به نام جنبش جهک یا جریان همخوانی کتاب، که دانش آموزان به هر حال به فراخور سن خودشون همخوانی میکنن کتاب‌های متعددی رو که از طرف همکارای ما به اونها معرفی میشه. هر وقت برادر صیاد محمدی به چادرمان میآمد و میرفت، این سوال برای همه پیش میآمد که چرا برادر صیاد همیشه به طرف چپ تکیه میدهد و کج مینشیند. دست آخر امروز هم اتفاق ویژه‌ای افتاد که در خدمت یکی از نویسندگان عزیز جناب آقای داوود آبادی بودیم و دانش آموزان با اثر ایشون از نزدیک و با خودشون آشنا شدند و بناست که این کتاب هم مثل کتاب‌های دیگه همخوانی بشه توسط دانش آموزان. چون ما ها که انسان‌های افسانه‌ای نبودیم، که ما هم بچه بودیم، ما هم جوان بودیم، ما هم ترس داشتیم، ما هم به قول معروف اون تیر و ترکش که می‌بینیم ماهارم هم می‌سوزون. این نبود که ساده باشه، راحت باشه، فکر کنیم ما مثلا برای اینکه قیافه بیام، نه این خیالمون نیست. نه من تو سرامند شلمچه خیلی ترسیده بودم. دوست عزیزمون آقای قرایی که معلم و استاد خیلی بزرگواری هستن، کار خیلی قشنگی انجام داده. بدون اینکه کسی وظیفه‌ای، مأموریتی یا چیزی بر عهده‌اش بگذاره، خودش اومده از اون حس دلسوزی معلمش استفاده کرده و کتابی رو که احساس کرده خوبه و به درد بچه‌ها می‌خوره، حالا از شانس ما کتاب دیدم که جانم می‌رود نوشته بنده بود، این رو برای بچه‌ها معرفی کرده. چیزی که برای من خیلی قشنگ بود این بود که بعد از حدود 35 سال اولین بار بود که توی کلاس درس دبیرستان اومدم نشستم مقابل بچه‌های 16 17 ساله باهاشون صحبت کردم. اون حس به خودم دست داد که الان نشستم پشت این نیمکت که نشستم، اون حال و هوا به هم دست داد و الان خیلی جذاب و شیرین بود. واقعیت یکی از معلمان ما یک برنامه‌ای داره برای بچه‌ها در کلاس نگارش یا همون حالا انشا به قول بعضیا، که میخواد با یک سری کتاب‌ها با نوع و روش‌های متفاوت نوشتاری بچه‌ها رو آشنا کنه. اینم به قول معروف در همون باب هستش، دیدم که جانم می‌رود، چون نوشتار در حقیقت خاطر وار هستش. برای این نوع نوشتار ایشون این کتاب رو به ما معرفی کردن و ما با این کتاب آشنا شدیم. مثلا من تا قبل از امسال به این مسئله فکر نکرده بودم، ولی اصلا الان امسال دارم به این مسئله فکر می‌کنم که خاطرات پدرم رو بنویسم و میخوام به صورت جدی این کار رو دنبال بکنم و شروع بکنم. اون اشتیاق رو تو اینا من میدیدم که واقعا اینها، بعضی از اینها، تعداد من میتونم بگم تعداد زیادی از اینها نویسنده خواهند شد. حداقل این جلسه میتونه یه جرقه خیلی خوبی برای اینها باشه که شروع کنن به نوشتن، نترسن از نوشتن. آقای قریب، برای یه بخشی دیدیم که شما سر کلاس بودین و داشتین با شاگردهاتون صحبت میکردین، چه جوریه ارتباطتون؟ با دوستام خیلی عالیه. آها، بهشون میگین دوستان دیگه؟ آره دیگه، بعضی هم واقعا برادر ما هستن، برادرام هستن. یعنی ما یه سری کاری هم که داریم انجام میدیم با عنوان برنامه های مثل شب شاعر، رسانه های ادبی، میارمشون توی دور. این رو هم میدونی از کی یاد گرفتم؟ از آقای امینپور. نه، از شهید بهشتی یاد گرفتم. آدم بسیار تشکیلاتی بود شهید بهشتی. متاسفانه ما خیال کردیم همه تشکیلات رو باید توی فضای سیاسی و سیاست زدگی ببریم، تشکیلات فرهنگی رو یاد نگرفتیم. 15 سال دارم تدریس میکنم، هر سال تونستم 50 تا دانش آموز رو باش ارتباط بگیرم. 15 رو ضرب در 50 بکنید الان، 15 ضرب در 50 میشه 750. الان با این ارتباط دارم. دمنوش شعر معاصرتون رو میل بفرمایید و بگین که حجاب معاصرت چیه.
ما وقتی یه چیزی رو توی جامعه مثلا من هر روز با آقای سروش ساعت رفیقم دیگه همسایه‌ام هم هست میگیم بابا سروش مثلا بزرگی دکتر پروفسور هر چی هست برای خودشه سروش همسایه ماست دیگه زیاد بهش توجه نداریم واقعا هم با خیلی از معاصرهامون اینجوری برخورد میکنیم خیلی هاشونه که له کردیم رفت با دیدگاه متحجرانهی که داریم دیدگاه سطحی که داریم یکی مثلا پیرنش جوریه که من دوست ندارم اون پیرهن رو بس نمیچسبونیم بهش و خیلی چیزهای دیگه یعنی قدرشون رو نمیدونیم شما اگه پیرنه یه کسی یه جوری باشه که شما دوست نداشته باشین میتونین کنار خودتون تحملش کنین این رو میتونید از بچه‌ها سر کلاس بپرسید یعنی خیلی نکته مهمیه که آدم بتونه کسی رو که عین خودش فکر نمی‌کنه رو کنار خودش تحمل کنه شعار میگیم زنده باد مرده باد مخالف من و موافق من و این حرفا ولی مرسی عمل که میرسه داستان جوری دیگه‌ای میشه توی کلاس ما بچه‌ها آزادند هر ماه ما یک کتابی رو میدیم به بچه‌ها بچه‌ها نقدش میکنن و خطاب بنویسنده نامه می‌نویسن هر چی که می‌خوان بنویسن هر چیزها حالا 140 تا نامه نوشته بودن به این آقای علی اکبر والایی کتاب خلوت مدیر رو برده بودیم این کتاب تقریبا عاشقانه است می‌خواد تو قاب دست شما باشه بله بله. که دیدنی‌تر باشه بعد خلوت مدیر نوشته علی اکبر والایی بله. رمان بسیار خوبیه پیشنهاد میکنم شما هم بخونید اگر ندارید من تقدیم میکنم خدمتتون ندارم خدمت خیلی. تقدیم میکنم خیلی خیلی این کتاب داستانی خانم گلنگار و فلان اینها بعد من دیدم بچه‌ها از اینش خیلی گفتن و چرا گلنگار تصادف میکنه تو بیمارستانه گفتم هر چی دوست دارید بنویسید از خانم گلنگار تا فضای قبل از انقلاب که میاد هر چی دوست دارید 140 تا نامه جمع شد برای والایی 140 تا دادیم به آقای والایی همونطوری که نوشته بودن بچه‌ها یه سرشون گفتن از آقا ما از این کتاب خوشمون نمیاد توش صحبت کرده بودن اونا رو هم دادیم به آقای والایی بعد یه رویه‌ای درست میشه دیگه آقای صحت بعد از اینکه آقای والایی نامه‌ها رو خوند ما گفتیم که بچه‌ها من به آقای والایی میگم جواب نامه شما رو بده در 4 صفحه جواب نامه رو آقای والایی داد ماه بعد الان کتاب آقای ماه اول که بیبال پریدن قیصر بود ماه دوم که خلوت مدیر بود ماه سوم دیدم که جانم میرود حمید داوودآبادیه ماه چهارم منعوی رضا امیرخانیه و همینطور ادامه داره تا به داستانها و رمانهای ترجمه برسیم ترجمه کیا رو میخواین تو نظرتون هست این رو میذارم به عهده بچه ها یعنی من خب بالاخره شما هم یه هدایتی احتمالاً دارید کیا تو نظرتون ویکتور هوگو و امثال هم یعنی فضاهای حتی رمانهای ادبیات عرب حتی شاعران عرب و امثال هم بعد بچه‌ها گاهی اوقات نظراتشون هم میدن میگم آقا اگر کتاب شما چند تا ویژگی باید داشته باشه یکی که به این رده سنی بخوره دو تقریبا اکثریت خوششون بیاد و سه تو بتونی منو قانع کنی راجع به اینکه گستری کلمات در ذهن بچه‌ها زیاد میشه حتما کتاب خوندنیه حتی اگر به قول بعضی مشکل دار باشه آره این کتاب فضا بازه خیلی بچه‌ها فهمیدن ما نسل جوان و به خصوص نوجوان رو صحت نادیده میگیریم یعنی نادیده میگیریم و رد میشیم ازش اتفاقا آموزش پرورش بیشتر نادیده میگیره در حوزه کتاب معلم‌ها رو هم باز نادیده میگیره من حول هوش 4-5 جلد کتاب تا الان نوشتم میشه من کتاب رو یکی یکی معرفی بله. بکنم این رو بگم بعد زحمت بله. معرفیشو بکشید آموزش پرورش هیچ امتیازی برای شما قائل نمیشه مثلا ارزشیابی که حالا ارزشیابی جدی هم نیست اصلا جایی برای کتاب و مقاله نیست معلوم حدود 15 جلد در شرف چاپ دارم کتاب 6 سال زحمت این 15 جلد رو کشیدم در حوزه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران و برای آموزش پرورش مهم تاریخ شفاهی ادبیات معاصر یعنی گفتگو کردید با عده‌ای از در معاصرین این 15 جلد با کیا صحبت کردید اولیش همون زیره بله از سناباد شعر آقای مصطفی زمانه و زندگی مصطفی محدثی خراسانی حسین قرایی حسین قرایش مثل این گزارشگره گفتیم توی دروازه بله دیگه چون شما این کتاب رو زحمت کشیدین و نوشتین این کتاب باعثه این میشه که اولا از اون حجاب مواصلت در بیان و ثانیا تحریف نشه ادبیات ما ببینید الان قیصر فوت کرد درست بله. شما البته به نظرم حالا این امری نیست خدمتتون میگم
شما موظفید اون خاطراتتون بنویسید از قیصر، که بدونم قیصر این چنینی بوده، قیصر همین پور واقعا ادیب بوده، معلم بوده و شما رفتی سر کلاسش راجع به چه کسایی صحبت کردید. چه محضر شیرینی داشتن. فردا حرفای قیصر تحریف نشه، یه عده بگن آقا اینجوری بود اونجوری بود، که همین الان داره تحریف میشه حرفای ایشون. اینجا ما به جهت یکی اینکه تحریف نشه خیلی از حرفا، و به جهت اینکه بزرگان ادب تو معاصر بشناسانیم، آقای محدثی خراسانی که از معلمین شاعر بودند که کانونی رو در مشهد راه میاندازن، در صنعاباد، صنعاباد اسم قدیم مشهده، بله، راه میاندازن و من این رو رفتم بررسی کردم دهه 60 تا پارسال که کتاب چاپ میشه رو بررسی کردم و با او صحبت کردم. 6 ماه زمان ما رو گرفت. شخصیت بعدی هست آقای یوسف علی میرشکاک هست، آقای محمد حسین جعفریان هست، هر کدوم از این یک کتابه، علیرضا قزوه، مرتضی امیری اسفندقه، جعفر ابراهیمی شاهد و امثال هم که آقای شاهد رو داریم ادامه میدیم، افشین اعلی هست و افرادی از این طیف‌های مختلفی که گوناگون فکر میکنن، چون روایت تاریخی فرهنگ به هر حال میپذیره این فضا رو. این کار اول هست، 14 جلدش هم ادامه داره، حدود 8000 صفحه من الان تاریخ شفاهی دارم. مثلا ببینید با آقای مشفق یه جلسه نشستم، الان کتاب هست، یه کتاب دیگه هست، کتاب آبیه به نام از صدای سخن شعر، یه جلسه رفتیم پیش آقای مشفق یه مصاحبه گرفتیم تا که ادامه بدیم دیگه عمر استاد مشفق کفاف نداد که من برم جلسه دوم پیشش. آره، یعنی ببینید اگر ما بزرگانمون رو نشینیم حداقل باشون مصاحبه کنیم، یه کتابی بمونه از اونها، ظلم کردیم در حق بزرگانمون. کتاب بعدی هست لبخند کوچ، کوچ لبخند، کوچ لبخند، زندگی نامه و خاطرات شهید علی قمی، آقای حسین قرایی. لطفاً درباره کتاب کوچ لبخند توضیح بدید. این اولین کتاب من هست. من این شهید رو خیلی دوستش دارم. شهید علی قمی. بله، دو تا شهید خیلی دوست دارم. یکی ایشون، یکی حجاجی. حالا شهید حجاجی رو خاطرش رو میگم. اینو اولین کارمه. رفته چاپ هشتم. چاپ هشتمش تموم شده، میره چاپ نهم. خاطرات خیلی جالبی داره شهید قمی، اهل پیشواست. من دیدم از رفقای، بله، از رفقا ما همشهری ایشونیم. بله. خیلی بزرگه. من دیدم راجع به شهید قمی که رفیق، به قول امروزی رفیق جینگ شهید کاوه است، هیچی نوشته نشده. وظیفه دونستم این کارو بکنم. شهید کاوه میگه اگر توی این دنیا من یک کار خوب کرده باشم و به خوبی اون کارم ایمان داشته باشم که دارم، اونم رسده. آدمی مثل شهید علی قمیه که بعد شهید میشه. البته روح شهید قمی شاد. اما حجاجی رو بگم که برام نره، حتما لطفا بفرمایید. این ملا ساله رو برای این آوردم. یه جمعی هستن توی نجف آباد، شما نگاه میکنیم و میخوریم. آقای ملا ساله سرگذشت شگفت انگیز مترجم اسرای ایرانی. آره. در عراق میگم رضیه قبشی. قبش. شما نگاه میکنیم و میخوریم. نخ نخ، منم میخورم. بفرمایید، خواهش میکنم. کوتاه تو نگاه میکنی کار من. آه کردن است جان به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن. بسیار خوب. بفرمایید. یه جمعی داریم توی نجف آباد. بله. مؤسسه شهید کاظمی. بله. من پارسال رفتم نجف آباد. خب. پارسال رفتم نجف آباد و یه جایی رو گرفته بودیم. یه دوستی مدام زنگ میزد به من که آقای قرایی من براتون صبحونه میتونم بیارم امروز با هم یه گپ بزنیم. گفتم نه، صبحونه لازم نداریم. خیلی جدی. نمیدونم، نمیشناختید کی؟ نه نه نه. خیلی جدی. ظهر دوباره زنگ زد آقای قرایی نهار خدمتتون باشیم. گفتم آقا جان صبح تماس گرفتید؟ من گفتم با بر بچه ایم دیگه، بذاریم ما دو روز راحت باشیم اینجا. ظهر گفتم تماس گرفت، باز یه ذره منم خیلی بیادبی کردم. گفتم آقا برکن ما رو دیگه، حالا مدام زنگ میزنی. بعد از ظهر گفتم آقا مثل اینکه اصرار زیادی داری میکنی. جمع از تهران رفته بودی نجف آباد؟ جمع نه، من و خانومم و پسرکم. شما رو از کجا میشناختن؟ خب اون بچه های شهید کاظمی گفته دارن این قرایی میاد اینجا دعوت کنید بیاد سخنرانی کنه تو جمع بچه های شهید کاظمی شما. خب خب خب. مؤسسه شهید کاظمی. این اتفاق داشته باشید شما تا چند ماه، یک سال بعد مرداد بود حجاجی شهید شد دیگه. بعد این مسئول انتشارات به من زنگ زد و گفت که آقای قرایی پارسال یادت هست که اومدی نجف آباد؟ گفتم بله.
گفت پسری که به زنگ میزد، گفتم کار دارم من جاییم، پسری که گفت حجاجی بوده، گفتم اه همین حجاجی که شهید شد دیگه، از اون بعد هر کی من زنگ میزنه منو دعوت میکنه جایی خیلی احترام، چایی میخواد بیاره میگم آقا با آغوشو باز میپذیرم، شام میخواد بیاره. جالب که اینقدر میخواستن مهمان نوازی بکنن. آره بعدا متوجه شدم که آقای شهید محسن حجاجی این گونه کار میکرده، کار فرهنگی جدی میکرده و ما را میخواسته به طریق تور کنه، ولی خب ما قطعا مثل حجاجی نبودیم که اینطوری سرش دادی هم زدیم. حالا قراره یه کتاب شعری تعبیه کنم برای شهید حجاجی که کمتر از 10-20 روز دیگه انشالله چاپ بشه و اینم از دل محسن در بیاری. چقدر عالی، چقدر عالی. من بقیه کتابا رو میخوام معرفی بکنم، بقیه کتابایی که آوردین، ولی این دمنوش رو میل بکنین با فراغ بال و بعد بقیه صحبت‌ها ادامه بدیم. بسیار. آقای قرایی، چون خوشبختانه تعداد کتابایی که برای ما آوردین زیاده و چون متاسفانه من خیلی سوال دارم، من کتابا رو یه ذره سریع‌تر معرفی میکنم که به سوالام برسیم. خودتون رو هر کدوم توضیح داشتین بفرمایید، اگه نه من فقط گذری میگم و رد میشم. کتاب انسان، رزمنده، نویسنده، گلعلی بابایی به روایت گلعلی بابایی. گلعلی اسم خیلی با صفا و زلاله. بله. خیلی روستایی این اسم، خیلی پاکه. گلعلی بابایی نویسنده بسیجی درست حسابیه که لشکر نویسی میکنه. ایشون حدوداً 20-40 کتاب منتشر کرده که یکی از یکی بهتره. چقدر جالب. من نشستم با ایشون تاریخ شفایی گرفتم. عالی. و آقای آغاسی که در واقع آقای قرایی رو به ادبیات علاقمند کردن، با اشعار آقای آغاسی شما علاقمند شدین. بر مدار عشق، اشعار محمد رضا آغاسی که حدود 1000 بیتش آقای قرایی حفظن. دو تا شخصیت رو من پیشنهاد کردم این کارو بکنن، یکی پسر آقای آغاسی بود غلام رضا، یکم این آقای آقای بهمن‌نیا که اینو منتشر کرد و تشکر میکنم از دو تاشون. بعدی بفرمایید چون سری قرار شد. بله، نافله ناز، شدهیات احمد عزیزی. به به آقا بدید به من یه تیکشو بخونم. بله. نافله ناز آقای صحت یکی از بهترین کتاب‌های نثر معاصر در حوزه شدهیات، یعنی گاهی اوقات نویسنده توضیح بدین در حوزه شدهیات یعنی چی؟ شدهیات یعنی دیگه از فضای عادی خارج میشه. مست و مست در شعر، پر سما در نثر. من در سال هجری شمسی مولانا در قصبچه مثنوی متولد شدم. روستایی شبیه به فدک، روستایی در حاشیه کوه تجلی، در حوالی سرزمین‌های اشغالی ابدیت. شما مرا به اردوگاه آرزوها بردید، به میان مردمی که در حفره‌های آواز زندگی می‌کنند، به میان چوپانانی که از راه شقایق نان در می‌آورند و دخترانی که هر روز صبح با مشکی پر از تبسم از چشمه‌های طلایی خورشید برمی‌گردند. آن کوهستان خیلی شبیه به گاهواره من بود. حتی آنجا زنی را دیدم که عین مادرم کرک نیایش می‌ریست و کتان اجابت می‌بافت و الی آخر. احمد عزیزی حیف شد. بفرمایید که شما وقتی بچهای کلاس هاتون و دوستانتون رو بهشون تشویقشون میکنین به کتاب خونی، به کتاب و کتاب خونی، خب این دوستان شما سر کلاس هاتونن، باشون هشت رو نشت دارین، برای کسایی که سر کلاس هاتون نیستن، برای مردم کوچه بازار چه پیشنهادی دارین که تشویق بشن به کتاب خونی؟ اصلا بیایم همون دربانی که دم در میشینه، میشه دیگه کلاس بیرون دیگه میشه دیگه. بله بله. از اون دربان من کتاب رو مثلا دیدم که جانم میرود رو دو هفته قبل بهش دادم، نشستم اونجا، حالا زنگ خورده بچه ها سر صف، من بعدم سر کلاس دو خط براش خوندم و دو سه روز پیش دیدمش، گفت که آقای قرایی من تا صفحه 120 خوندم، چه کتابیه. ببینید یعنی این که کتاب دیدم که جانم میرود حمید داوودآبادی که باز هم انتشارات شهید کاظمی منتشر کرده، این کتاب کتابیه که سهله، خاطره است، به دل مردم میشینه. دربان میخونه، البته آدم با سوادی الحمدلله، دربان میخونه، معلم میخونه، اون کسی که راننده تاکسیه میخونه،
میشه من هر ما کتاب میخوام معرفی کنم اون تیکه خوشگلش رو انتخاب میکنم میخونم که علاقه من بشه، یه نشکون میگیرم، طرف دیگه حساس میشه و میخونه میره الی آخر. جناب قرایی عزیز، پشت سر شما سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسیه، لطفا یکی از اینا رو به یادگار از ما بپذیرید. سردیس، سردیس ها که بزرگتره دیگه آقای. آخه ندی حالا ما کوچیک. بله سید حسن و حسینی ندارید؟ حالا میونه این همه ای که ما داریم شما همه الان قرار بود که ما نکات خوبو ببینیم در واقع. آخه سلمان حراتی هم ندارید؟ جاش قیصر همین پور داریم. خب این که گله، همون قیصر رو برمیداریم. خیلی خوب، شبیهش هم هست، خوبه. یه بوسش هم بکنم قیصر. بله چه حساب دار. عالی عالی عالی. زنده بشم. عرضم به حضورتون که من یه خواهش دیگه هم از شما دارم. ما یه تعدادی عکس به مهمان‌های عزیزمون نشون میدیم و خواهش میکنیم قصه ای، داستانی یا داشتی بر اساس اون برامو بنویسن. حتما. خواهش میکنم بفرمایید. این سه تصویر عبارتند از یه قلممو، یه دسته کلید، یه دسته کلید، بله، و یه فرفره. خیلی خوب می‌نویسیم آقا جون. خیلی متشکرم. بفرمایید قلم و کاغذ و دفتر همه چی مهیاست. لطفاً شما هم بر اساس این سه تصویر برای ما داستان و یادداشت بنویسید و با هشتگ نما داستان به اشتراک بگذارید. مثل اینکه تموم شد آقای قلمی. استدعا می‌کنم بفرمایید. خواهش می‌کنم. میشه لطفاً بخونی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در کودکی که با فرفره‌های رنگارنگ عشق بازی می‌کردم، مدام به ذهنم می‌آمد که خدایا می‌شود قلموی به من بدهی تا پلیدی‌ها را رنگ کنم، رنگ سفید را به پلیدی‌ها بزنم، چون می‌دانستم سفیدی بر پلیدی‌ها غالب می‌شود. در همان کودکی در دلم می‌گفتم ای خدا می‌شود کلیدی به من بدهی تا در مشکلات را باز کنم، و خدا هم هر سه اینها را به من داده بود: قلم مو، دست کلید، فرفره رنگی. عالی، خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم. من میخوام یه عکس هم با شما به یادگار بگیرم. باعث افتخاره. ممنون میشم اگه اینجا ما با شما عکس میگیریم. قربون شما برم. نخه، من با خوشحالی و افتخار. آماده؟ 3 2 1. جناب قرایی، از حضورتون توی برنامه کتاب باز بی نهایت ممنونم. خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم. از شما هم ممنونم که برنامه کتاب باز رو دیدید. آرزوی ما در این برنامه اینه که مردم ایران روزی کتاب خونترین مردم جهان بشن. خدا نگهدار شما.